بینندگان عزیز، با سلام به شما، با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. ما که اوقات بهتری خواهیم داشت چون آقای حسن فیروزی با ما هستند و خیلی ممنونم در این چند روز مسافرت کوتاهی که داشتن دو بار به اصطلاح یعنی دیگه شانس آوردیم، نور علی نور شده. خب دوستان، برنامه قبلی آقای حسن فیروزی رو روی یوتیوب به صورت بایگانی هست میتونید نگاه کنید، روی فیسبوک هست میتونید تماشا کنید و اگر نظری دارید یا پرسشی دارید مطرح کنید. شماره تلفن ایشون هم اینجا هست. در حین برنامه لطف کنید زنگ نزنید چون تلفنشون رو گذاشتن بیرون. پس از برنامه میتونید باهاشون تماس بگیرید. شماره تلفن 858-342-9991. ولی اگه خواستید با تلویزیون مردم تماس بگیرید، پیام اینجا بذارید یا تکست ارسال کنید 202-695-2573. ممنونم از دوستانی که تماس گرفتن، ممنونم از دوستانی که آقا به من اعتراض کردن که این آقا به این منظمی مرتبی هندسام خوشتیپ شما چرا با پیرن نشستی؟ حالا ما گفتیم ما کوت و شلوار میپوشیم، ولی ببینید چه اتفاقی افتاد. تا نشستم اینجا آقای فیروزی گفت حالا من میگم، بگید به مردم. خیلی کوت شلوار زیبایی پوشیدم، ولی نه کفش داره نه جوراب. تابستون دیگه. خیلی ممنون آقای فیروزی. باور کن من بعضی وقتا تلویزیونای آمریکا میرم براشون کار میکنم و اینها، اینایی که شما بالا میبینید با کت و شلوار نشسته، اولا تمام این کت ها رو منگه نمی کنن به شورت هاشون که صاف وایسه، اینجوری منگه نمی کنن پایینش و پشتش اینا. بعد بعضی وقتا اینا به قول معروف گاف میدن، یه دفعه بلند میشن جلو دوربین، شما میبینید شورت ورزشی پاشه، چون با اون شورت و اینا اومده استودیو، کت شلوارا اینجاست. من یادم تلویزیون رنگارنگ کار کردیم، کت ها ردیف مثل این اونجا بود، هر کی میومد کتی چیزی نداشت برمی داشت. بعد یکی یادم مثلا خود من کت آقای کشاورزی ها رو پوشیدم، بعد یکی گفت شما کت همدیگه رو برمی دارید، گفتم نه ایشون دو تا خریده، یکی برای خود یکی برای من. دست از شوخی که بگذاریم، خیلی خوش اومدید. اجازه بدید من از دوستان تشکر کنم، یه چند تا نظر دادن، اینو مطرح میکنیم شما در مورد صحبت کنید. ضمن از آقای حسن ارشاد از ایران تشکر میکنم که ایشون نوشتن برنامه رو دیدن و شماره تلفن دستیشون همراهشون رو دادن، گفتن اگه شما مایل بودید میتونید با ایشون صحبت کنید، ولی شما گفتید من یه شرط و شروطی دارم. بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون شما، خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که در خدمت شما باشم. چون ببینید جناب سربی، هدف داشتن یک دوربین و بازپخش یا گذاشتن برنامه ها نیست، نتیجه حاصل از این بحث ها و بالاخص رفتار و باور و کردار مجری برنامه هست. ما مسافران بیش نیستیم، می آییم و می رویم، ولی افرادی که هر روز به برنامه شما نگاه می کنن می خوام بدونن که شما چه نوع آدمی هستید. آیا اون خندرویی، اون شهامت، اون اخلاق که در برنامهاتون دیده میشه در زندگیتون وجود داره؟ آیا مرد حرفتون هستید یا شما را هم میشه به گونه دیگر به راه های دیگه کشید و مثل بعضی از افراد دچار خطاهایی شد؟ من الان چندین سالی که شما را از نزدیک میشناسم و چندین بار در این برنامه تون صحبت کردم، بعدن هم صحبت های خودمانی سر سفره داشتم، دیدم که یک، هیچ ادعای رهبری ندارید. دوم، هدفی که من میخوام به این هدف برسم ندارید. سوم اینکه با واقعیت ها قدم بر میدارید، نه کسی را مقدس میدانید، نه کسی را منزه میدانید، نه کسی را فارغ از عیب و نقص میدانید. اینه که خیلی به شما ارادت دارم و به زبان ترکی بگم، من واقعا سن چخ چخ سویرم. خیلی ممنون، متشکرم. خب آقای حسن ارشاد، شما گفتید که همینجوری که نمیشه صحبت کرد. بله. شرطی داریم، شروطی داریم. ببینید. بر اساس گفته ایشون یه ایرادی گرفتید که کاملا درست. بله. اون ماجرای اکثریت. بله. بفهم. ببینید جناب حسن ارشاد، من چند تا از برنامه هاشون رو دیدم و همشهری من هستن، از اهالی محترم آذربایجان، هم لهجه من هستن. من با در مسا
روبرویی با ایشان چند تا مشکل دارم. مشکل اول اینی که ایشان رأیشان را داده، تحقیقشان را کرده و مثل نامشان در صدد ارشاد بنده. اصلا ارشاد، آقای ارشادی یعنی کسی که میداند و میخواد ما را ارشاد بکنه. ایشان در یکی از این برنامه هاشون، ببینید دنیا امروز یک وطن شده، در هر جای دنیا اتفاق کوچکی میفته، این رسانه ها، این اینترنت اینو به گوش همه میرسونه. من یه بار وسیله یکی از دوستان با خبر شدم که ایشان در یک برنامه تلویزیونی راجع به این که چرا دولت ایران دانشجویان بهایی را به دانشگاه ها راه نمیدهد و این حق کشی را انجام میدهد، خب فاتحانه و ارشادانه فرمودن چه اشکالی داره؟ یه دولت قانونی هست، مجلس داره، نماینده داره، وزیر داره، نخست وزیر داره، تصویب شده، باید محترم شمرده بشه. من با عرض معذرت از ایشان، هر کسی در هر سمتی باشه، رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه، رهبر باشه، تا اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول نداشته باشه، به داشتن آن افتخار نکنه، باش مورد مذاکره و به قول این جایی ها صحبت نمی شود، چون معیارهایشان مشخص نیست. دولت ایران تصویب کرده باشه، مگه در زمان هیتلر جامعه آلمان تصویب نکرد که نژاد سیاه و هموسکسوالا و یهودیا در کورهای آتش سوزی بسوزن؟ ما صرفاً به خاطر اینکه اکثریت تصویب کردن باید گردن اقلیت را بزنیم؟ جناب ارشادی باید بیان پشت میکروفون و بگن که ایشان راجع به این که سنی های ایران در تهران مسجدی ندارن که برن و نمازی بخونن، همان قرآن را که آقای ارشادی بالا سرش میذاره در اونجا بخونن. سنیایی که فرزندان اسلام هست و آقای ارشادی باید بدونه که حضرت علی نام پسراش عمر بود، عثمان بود، ابوبکر بود و همینطور بچه های عمر، بچه ها پسراشون علی داشت و حسن داشت و حسین داشت. و این جنگ مذهبی را که شیعه و سنی به وجود آوردن باعث شده که خیلی از انسان‌های فهمیده استفراغشون بگیر. و بنابراین آقای ارشادی اول باید بیان در این دنیای کوچک جایگاه و پایگاهشون مشخص کنن، و اگر بگن که آقا ما مسلمان ها معتقدیم که اسلام آخرین دین و حضرت محمد آخر پیغمبره، من حرفی برای گفتن ندارم. باید ایشون بیان ثابت بکن. من میگم که آقا قرآن که هیچی، اقدس که هیچی، انجیل، تورات، 4200 تا پیغمبر در به ثبت رسیده در گوگله، هیچ کدوم از اینها کتابشون خدا ننوشته. 4200 تا دین، 124000 پیغمبر، بله، هیچ کدوم از اینها تثبیت نشده است، ثابت نشده است. فقط ما باور میکنیم. آقای مختی، ما باور میکردیم که کره زمین مسطحه، و باور میکردیم، ولی الان میبینیم که اشتباه میکرد. الان 1.5 میلیارد مسلمان نه از روی علم، نه از روی تحقیق، از روی عشق و وابستگی باور میکنن که اسلام آخرین دین و حضرت محمد آخر پیغمبران. ولی من حسن فیروزی از اهالی محترم آذربایجان این باور را قبول ندارم. 2.5 میلیارد مسیحی در دنیا معتقدن که حضرت عیسی پسر خداست. خب من قبول ندارم. بعضی‌هاشون میگن خود خداست. خود خداست. ده. خب بنابراین باید بیان ثابت بکنن. به وقتی پای ثابت، باید استدلال بکنن. استدلال باید پایه‌هایش عقلی و علمی باشه.
اجازه بدید من این دوستانی که اون روز بعد از برنامه شما چیزایی رو نوشتن و فرستادن اینجا گذاشتم، اگر بتونم پیدا کنم برای شما هم بخونم. آها، یکی از دوستان یادتونه گفت که ناخدا، گفتم ناخدا کیه؟ نوشتن آقای تیم سهراب چمنارا، نوشتن ایشان شباهت زیادی با تیمسار آریان پور دارد. من هم اول فکر کردم ایشان ناخدا هستن. اولین برنامه شما آقای سوری بود، من با سرعت آهسته بهم گفتم. آها، ایشون وارده که برنامه ها رو با سرعت تندتر نگاه کنن که زمان کمتری. من بهشون گفتم بله، بعضی از برنامه‌های ایرانی اینقدر آهسته حرف میزنن که شما مجبوری با سرعت تند نگاه کنی. ولی خیلی ها شکایت میکنن که من سریع صحبت میکنم. میبینم شما هم آهسته صحبت نمیکنی. ایشون میگه اولین برنامه‌ای بود که من با سرعت معمولی گوش دادم. یعنی من و شما آهسته، یعنی خیلی اسلو، نه آهسته از آهسته. در اصل ممنون و متشکرم، لذت بردم. درود بر شما و جناب فیروزی. آقای رضا سنا میگن من که در مورد بهائیت پرسش ندارم، زیرا برای من مبرهن است که انگلیس ها این دین جعلی را ساختن و هنوزم گمان میکنم مرکز بهائیت در انگلستان میباشد. تا اینجا اجازه بدید. چش بفهم. این جناب از کجا میدانند؟ این اطلاعات به اصطلاح تاریخی را بر اساس کدام مستندات قبول میکنند؟ و وقتی به اصطلاح چیزی را قبول کردن به خواب عقاید قطعی شده فرو می روند. به نظر من هیچ انسانی هیچ باورشو 100% قطعی و حتمی نباید تلقی بکنه. ما همیشه 1% شک بزن. برای تمام باورهای خودمان باید یه جای سوال و شک بزن. جملاتشون خیلی زیباست. حالا فرض کنید که اینو ما میبریم روی میز آزمایشگاه. دولت استعمارگر انگلیس. بنده در عرض من هیچ وقت ادعای که بهائی هستم نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. من در حال بهائی شدنم. بنابراین همیشه چشمم گوشم برای شنیدن این سوالات و این بحثها بازه. یعنی شما دنبال همون شک همینجوری ادامه دارید؟ باید داشته باشیم. اولا باید بدونیم که دولت انگلیس از بدو پیدایشش یک دولت استعمارگر بوده یا نبود؟ بردگی را اون به وجود آورد. اولین برده ها را کشتی های انگلیسی از آفریقا گرفتن و آوردن به دنیا. وقتی این برده ها در کشتی زیاد بودن و احتمال غرق شدن کشتی میره، یک سنگی به پای یکی از این برده ها میبستن، اون یکی دستهاش رو به هم میانداختن، صدها دویستا از اینا رو میفرستادن به قعر دریا. برای اینکه ملت ها عقب بمانند، استدلال عقلی و نقلی را به گونه حدیثوار یاد بگیرن، به انسان ها اجازه روشن فکر شدن ندادن. من در ایران نمیدونم، ولی شنیدم که میگن زیر گردن هر آخوند و برداری نوشته مدین انگلند. چرا؟ برای اینکه دولت استعمارگر انگلیس دوست نداره ملت ها روشن فکر بشن، با سواد بشن. چرا؟ به ضرر اونهاست. حالا چرا دولت انگلیس آمده یه آیین بهائیت را در 170 سال بنا کرده، آبیاری کرده، روش کرده، در دنیا پخش کرده؟ جوابش ایشون باید بدن. من میخوام ببینم که آیا با سواد شدن انسانها به نفع دولت استعمارگر انگلیس هست یا نیست. اگر نیست، پس دولت انگلیس میخواد انسان ها بی سواد بمونن. نه، چرا آمده یا آیین را درست کرده که اول تعلیم اون تعلیم و تربیت اجباری و با سواد شدن انسان هاست. دولت انگلیس درش میخواد که ما در
باورهای خرافی مذهبی باقی بمانیم. دلش میخواد که ما باور بکنیم که هر اتفاقی میفته خواست خداست. سرنوشت. یه همچون مردمی، یه همچون دولتی چرا بیاد و آیینی را بنا بگذاره که آیین گذارش بگه که هر چیزی که با علم و عقل و منطق نخواند مانند تخم مرغ گندیده به دیوار بزنید. شما الان سال هاست بنده را میشناسید، آیا فکر میکنید من کسی هستم که در آیین بهایی یه جایی یه نکته‌ای پیدا بکنم که باعث بشه که استعمارگر انگلیس و امریکا و روس و اسرائیل از این استفاده بکنه پشت این تلو نمیگم؟ اما ایشون این باورشونه. در ایران 99% مردم باور میکنن که بهایت را اول روسا، انگلیسی ها، بعد امریکایی ها، الان هم اسرائیلی ها ساختن. در صورتی که اگر بیان بنده را که 80 سالم همین آقا تاشو بیارن بشینن اینجا در حضور شما و مدارک و دلائل خودشان را دال بر اینکه باورهای من حسن فیروزی باورهای مدینگلنده، خب با هم بحث بکنیم. اما اگر برگردن به یک آقای فیروزی، ما مسلمانیم، ما باور میکنیم که اسلام آخرین دینه، ما باور میکنیم که قرآن آخرین کتابه و در رحمت خدا بسته شده، من غیر از عرض سلام و ارادت لحظی نمیتونم بکنم. شما ازشون خواهش بکنید که آقای حسن ارشادی، نه خود شما به من جواب بدید چه دلائل و مدارکی تاریخی دارید که ثابت میکنه که بهائیت ساخته و پرداخته انگلیسه، مدین انگلند. اتفاقا قسمت دوم نوشته ایشون راجع به آقای ارشاد هست، میگن که اما جناب حسن ارشاد پرسش های بی شمار و بی پاسخ در مورد بهائیت دارند که اگر ایشان در ارتباط به این دین اشراف دارند، منظورشون شما، لطفا یک زمان از تلویزیون مردم به نقد های جناب حسن ارشاد پاسخ دهند. حتما، ولی شرط های من اینه که آقای حسن ارشاد اول باید اینجا بگه که بیش از هر دینی هر مذهبی به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقاد داره و و باور داره که اون اعلامیه مقدسه. من اینو به دکتر آقاسی گفتم، گفت شما میدانی که این اعلامیه رو کیا نوشتن؟ اینا چقدر جنایتکار بودن؟ گفتم همه اینا رو میدونم، ولی آخرین کلام اینه که ما روی عقیده انسان ها قضاوت نکنیم، انسان ها رو شیعه و سنی، مسلمان یهودی بهایی نکنیم، همه انسان. و یوحناس، ما همه بشریم، بنده یک خدای دادگریم. حالا اونجا شما شک دارم، خواهران و برادران همه، چون ز یک مادر و ز یک پدریم. گفتم الان علم ژنتیک مشکل ما رو حل کرده، اگر یه ذره دینه بدیم و شجرشو بگیریم، این نسلی که الان در روی کره زمین موجوده به 128,000 سال پیش میرسه که از یک پدر و مادر سیاه در افریقا به دنیا آمده، پراکنده شدیم در نقاط دیگر، رنگمون عوض شده و گروه های خونی 4 تا بیشتر مدن. یعنی شما میگید دی ان ای فلسفه داروین رو رد میکنه؟ ببینید، فلسفه داروین یه فلسفه داشت، بله، ولی من نمیخوام وارد بحث دی ان ای بشم. من ولی این حداقل این دی ان ای پیدایش انسان را در 6000 سال پیش که خدا ساخت و خاکی آوردن و انسانی ساخت رد میکنه. ما الان وسیله آزمایش های دی ان ای میتونیم بیشتر اقلیت ها عکس فامیل خودمون رو بشناسیم. اگر شما الان یه ذره تست بدید، ممکنه فردا بگن که آقا بیشترین فامیل های شما در خراسان یا در یوگسلاوی هستن. کما اینکه اون روز یه خانمی آمده بود، مشتری خانم من بود، گفت خیلی جالبه، من رفتم دی ان ای دادم، به من گفتن که بیشترین اقوام ژنی شما در ایران هم. پس بنابراین خانم کجایی بود؟ چینی بود. چینی، بله.
خودش چینی بود و میگفت که از اون روز به بعد من به ایرانی ها خیلی احساس خوبی پیدا کردم. بنابراین ما باید یه دادگاه بین الملل، اینی که من دلم میخواد واقعا از شما چندین بار خواهش کردم که منو در حضور یک جمع ایرانی بازپرسی محاکمه بکنید قبل از اینکه من به زیر خاک برم. اولا بگم چرا بهایی شدم، پدر و مادر من سر بهاییت چقدر با هم جنگیدند و جدا شدن از و از هم جدا شدن. بگم که خانواده مادری من، دایی من آقای دکتر محمود آخوندی است که همین 3 سال پیش فوت کردن، یکی از اساتید بزرگ دانشگاه حقوق تهران بودن، ولی ننگ داشتن از اینکه خواهرزادشون بهایی بشه. نه مرا به عروسی خودشون دعوت کردن، نه مادرم، نه دایی هام، نه خاله هام، هیچ کدامشون به عروسی من نیومدن. چرا؟ برای اینکه دایی های من فکر میکردن من درسته که خواهرزاده اونا هستم ولی بهایی هم دیگه. این آقا هم همینجوری فکر میکنه. آقای حسن ارشادی فکر میکنه که ما گمراهیم و ایشان ارشادم، مانند اسمشون خودشون ارشاد کننده. من برنامه‌هایشون دیدم، هیچ کدامشون پایه و اصل در بس میتونم بگم اشکالات و ایرادات زیادی گرفتن. اصلا من آقای این که با الله دست راستش میروشت با دست چپش میروشت برای من فرق نمیکنه. با الله عربیش خوب بود یا لغتهای عربی را غلط استفاده از اون چر نیستم به گل جایی. من میخوام بگم فکرش چیه. یه آدمی از ایران در نهایت بیسوادی، مکتب نرفته، معلم ندیده، ولی آمده برای مشکلات جهان امروز تعالیم گذاشته. ایشان حاضرم بیان بگن که تابه ها کدوم فیلسوف، کدوم دانشمند آمده گفتی که ایها الناس اگر جلوی کارخانجات اسلحه سازی را نگیرید و این همه بر مردم مالیات ببندید، روزی می شود که از اداره مملکتتون انتم عاجزون، عاجز می شود. حالا اینو انگلیسی ها ساخته، خدا عمرشون بده، روس ها ساختن، خدا قدرتشون بده. من با این مطلبم که این دوا از کجا آمده، کی دوا راست. آقا یه دوایی میدن دست شما می خورید سردردتون خوب میشه. پدر ساخته انگلیسی ها این دوا را ساخته ها؟ آجان دوا خوبه یا نیست؟ سردرد شما را برطرف کرد یا نکرد؟ تو چی کار داری؟ اینی که میگیم باید پیام را، پیام این دوا، پیام این دوا قطع سردرد از شماست. روس ساخته، انگلیس ساخته، روسیه ساخته، چین ساخته. اینی که باید مطالب به حرفام منطقی باشه. عذر میخوام اگر موسیقی باشه. آقای اکبری از آلمان میگن کسانی که انگلیسی بودن باهایان را سر زبان انداختن خود انگلیسی ها بودن، خود آخوندهای انگلیسی، خود انگلیسی ها بودن. بله میدونید یه سری آخوندها رفته بودن حتی پناهنده شده بودن. کاملا من یادم رفت اینو بگم، یکی از وقتی با انگلستان از باهاییت آشنا شد و دید که به ضرر اونهاست، برای که مردم بهایی نشوند خود اونا شایع کردن که انگلیسی ها رو ما ساختیم. آقا یه اتفاق تاریخی هم افتاده بود، عبدالبها در انگلستان بودن، بهشان یه لقب سر دادن. از این مدا به چند هزار نفر دادن. هنرپیشه ها دارن، اینایی که عبدالبها یه وقتی خواننده داره، آقای جان التون التون جان. یه وقتی که عکا و حیفا در اختیار انگلیسی ها قرار گرفته بود، اینا گرسنه بودن. عبدالبها بلند شد از اعیان پولدارهای این شهرها صدقه فطره جمع کرد، خودش هم کمک کرد به این فقیر فقرا کمک کرد. بعد از این جریان دولت انگلیس برای قدردانی از زحمات انسانی عبدالبها، زمان ایشان در انگلستان بودند، یه لقب سر بهشون داده. بگم آقا اگه این جاسوسش بود، آقای سربی کدوم آدم نادان به جاسوسش در حضور فیلمبرداران عکاسان مدال میزنه تشکر میکنه و که مردم بفهمن که این جاسوسش بوده؟ این از سیاست دولت انگلستان به دور نیست. خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس
نوشتن که خیلی بیشترن بهائیت امروز در آمریکا و اروپا، بسیار طرفدار دارن. مگر شما بهائیت را در ایران بگویید. البته شما اون روز گفتید بهائیان 8 میلیون بیشتر نمیشن. ببینید ما دو نوع بهائی داریم. خانمم بگونه ای درست میفرماید. من یه دفعه در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مجریش که بود، بدون اینکه اسم ببرم، گفتم آقا شما با صلح جهانی موافقید؟ بله. با جلوگیری از فقر موافقید؟ بله. با یک زبان که همه مردم دنیا با اون صحبت کنن موافقید؟ با جمع شدن کارخانجات اصل ازاد؟ گفتم از شما باهایی هستید؟ نه نه آقا من آقا جم باهایت همین هست. حالا این یک زبان پیشنهادی هم کردن که بله. چه زبانی باشه؟ بله بله، با الله پیشنهاد کرده یا یکی از زبانهای موجود دنیا را انتخاب کنید یا یک زبان دیگه بسازید. اسپرانتو که اسپرانتو که آمد، همه فکر کردن که این همون زبان زبانی. با الله هیچ تعصبی برای زبان ندارد. میگه تازه زبان برای تفهیم معنای دل وسیله کاره. این از تمام زبان ها برمیاد. ما یه روزی باید الان در دنیا جمع بشیم و یه زبان بین الملل انتخاب بکنیم و یک زبان مادری. زبان مادری زبانی است که ما از اون لغت بیشتری میدانیم. بچه های ما که اینجا آمدن یا افرادی که اینجا بچهشون دنیا، حالا نوه های شما، هر کاری بکنید، چون زبان انگلیسی را لغت بیشتری آشنا خواهند شد، این زبان مادریشون خواهد شد. اینی که با الله میگه یکی از زبانهای موجود انتخاب کنید و یا یه زمان دیگه بسازه. از ساختن زبان، از ساختن بمب اتم که سخت‌تر نیست. خب آقای رجبی میگن که سخنان آقای حسن فیروزی را من در برنامه گذشته دیدم، حرفای ایشان را شنیدم. با احترام به ایشان، حرفهایشان بازگو کننده علل تاریخی به وجود آمدن بهائیت نبود. ایشان کمی هم در صحبتها اقرار میکنند که با حرفهای روحانیت ما در واقع فرق چندانی نداره. مثلا ملاقات ایشان با خدا که اصلا کاملا توهمی است. اون ماجرایی که شما خواب دیدید 100%. بله بنده خواب دیدم آقای محترم. بنده عرض نکردم که من خدا را دیدم. بنده در خوابم افکار و تفکراتم به صورت رویا در آمد و منو از سرگردانی نجات داد. من که گفتم که خدا را دیدم؟ من معتقدم که هیچ کس نه خدا را دیده، نمیتونه ببینه، نه با خدا تماس داشته، نمیتونه تماس داشته باشه، چون اون خالقه و ما مخلوقیم. حق با شماست. درباره این که شما علل تاریخی به وجود آمدن بهائیت رو نگفتید، من سوال میکنم دیگه، از این همه علل بیشتر میخواین؟ دنیا تو 170 سال پیش تازه انقدر مشکل نداشت، ولی مشکلات زیادی داشت که ایشون بر اساس اون مشکلات. دیشب یه برنامه رو میدیدم توی 60 مینیت آمریکا، یه آقایی که بسیار موفق و پولدار هست داشت هشدار میداد که همین ماجرایی که شما میگید، که این روشی که ما داریم ادامه میدیم، یا باید خودمون رفراندوم کنیم، تغییر روش بدیم، به فکر فقرا باشیم، یا این فقرا یه چیزی مثل انقلاب انجام میدن و ما رو فرو میکشن. نمیدونم اونو دیدید یا نه، یه آدمی که من اونو ندیدم. بله. ولی متاسفانه بعضی وقتا من به خانمم میگم که عمر دنیا به سر آمده است. نه اینقدر بدمیل نباش. میگم فایز جان نگاه به آمار و ارقام بکن. شما یه ذره کاغذ دارید، این عددهایی که من میگم بله. اونجا مرقوم بفرمایید. ما یه آقای داشتیم، انگلیسی بود، هم کاتولیک بود، هم کشیش بود، هم بالای به اصطلاح منبر میرفت، هم موضع میکرد و هم ریاضیدان بود، با آمار و ارقام سر و کار داشت آقای. و در سال 1734 فوت کرد آقای مالتوس. 1734 فوت کرد. ایشان برداشت به آقای پاپ یه نامه نوشت. نوشت که آقای پاپ، من یک ریاضیدانم، من یک کشیشم و روزای یک شنبه میام کلیسا صحبت میکنم.
اما بر اساس مطالعات آماری که من کرده ام، اون وقت که این آقا زنده بود جمعیت کره زمین زیر 500 میلیون نفر بود. گفت آقای پاپ اگر شما جلوی افزایش جمعیت را نگیرید، روزی خواهد رسید که انسان ها هم دیگر را خواهند خورد، انفجار جمعیت. جناب پاپ اعظم که این نامه را دید عصبانی شد، گفت خدا شاهد است این لامصب نه تنها مسیحی نیست، نه تنها کاتولیک نیست، این لامصب بیدین به خدا اعتقاد نداره. جناب سربی، ما به خدا اعتقاد داریم، اون بالا یه خالقی هست، هر آن کسی که دندان دهد نان دهد. ولی گذشت زمان نشان داد که اخبارون ما در سال 1850 قربان بر اساس آماری که گرفتن در روی کره زمین فقط 1 میلیارد نفر داشتیم. در سال 1950 که من اون وقت 11 سالم بود 2 میلیارد داشتیم. توی 100 سال دو برابر شد. در عرض 100 سال دو برابر شد. از 1850 تا الان 69 سال گذشته. در عرض این 69 سال ما جمعیتمون نزدیک 8 میلیارد شده. آقای نیساری از اروپا میپرسن که درود بر شما مهمان گرامی، چرا کتاب مقدس بهایان به زبان عربی است؟ ایراد زبان فارسی چه بود؟ ببینید بهاءالله هم به زبان فارسی نوشته هم به زبان عربی نوشته، چون در اون وقت زبان رسمی مذهبی در خاک عثمانی و در ترکیه امروز و ایران و کشورهای دیگر عربی بود، که به این عربی بهاءالله هم خیلی افراد ایرادات صرفی و نحوی گرفتن. بهاءالله یک کتاب نداره که بگیم این بهاءالله اقدس کتاب، یک دونه کتاب بهایی نیست، بهاءالله خیلی کتاب ها داره، خیلی بهایی لوح میگن، خیلی نامه هاست به تمام پادشاهان دنیا. یک ایرانی که جناب سربی انصاف میخوام از شما، یه ایرانی که در زندانه، در زندان نشسته، به تمام پادشاهان دنیا، ملکه انگلیس، رئیس جمهور امریکا، آقای پاپ نامه نوشته و نوشته که آقایون اینقدر از مردم مالیات نگیرید و این مالیات را صرف ساختن اسلحه نکنید. چرا؟ برای اینکه شما به اینقدر اسلحه احتیاج ندارید و اگر شما این اسلحه را اینقدر خرج کنید و اینقدر اسلحه سازید عاجز خواهد شد، فقر و بدبختی دنیا را خواهد گرفت. شرم‌آور نیست برای ما که من با مسئولیت به شما بگم که تمام 32% اوریج تمام درآمدهای کشورهای روی زمین متوسط صرف خرید اسلحه و مبارزه با دشمن میشه. 2% فقط آموزش و پرورش پول میدهید. خوبه؟ اسلحه‌هایی که سال گذشته، 2 سال گذشته توپایی که ساختیم قربان از مد افتاده. جناب سربی باید پول بدیم، کم میکشن بله، اسلحه های بهتری درست بکنیم. همین آقای اوباما، شما الان میدونید که ما در روی کره زمین آمار دقیقه، برید از گوگل چک بکنید، امروز روز دوشنبه سال جولای 29
2019 تعداد بمب‌های اتمی موجود در دنیا 18,000. اینی که اقرار میکنن خدا میدونه چقدر خودشون دو، مثلا دولت روسیه 5,000 تا داره. در زمان حکومت آقای اوباما، اوباما رفت به روسیه، با اینا نشستن شامشون رو خوردن، نه گفت وضع مالیتون خرابه، گفت بله، گفت من حاضرم 2500 تا از بمب‌های اتمی شما رو بخرم، فقط باید گل بدی، دست بدی که دوباره نسازی. آقای اوباما پول نقد داد و این 2500 بمب اتمی را از اونجا خرید، آورد به امریکا، اینجا گذاشت تو کارخانه برقس. ما هنوز که هنوز از اونها استفاده میکنیم. دولت روسیه 3 سال به این گول و قرارش عمل کرد، بعد از اون 3000 تای دیگه ساخت. پاکستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست، فقر و بدبختی و فلاکت از در و دیوارش میبار. 2 سال پیش با وجود اینکه 300 تا بمب اتمی دارد، ولی از امریکا اجازه گرفت 300 تای دیگر هم ساخت. چرا؟ مدل جدیده، بیشتر آدم میکشه. گفتم چیزی به نام بشر که ما باید از باده غرور و جهالت و نادانی سرمستیم، نام خود را اشرف مخلوقات گذاشتیم. من در ترکیه کاریکاتور دیدم که خیلی در روحی من تاثیر کرد. یه حیوانی حمله کرده بود به یه بچه، بچه جیغ میزد، گفت بچه جان نترس، من آدم نیستم، من حیوانم. ببین قربانتون برم، ما امروزه، من اغلب در سمینارها را و اینا قبل از اینکه سخنرانان پشت میکروفون برنامه شروع بشه، بعضی وقتا دید میان فلان، یا میخوام تنوعی به جلسه داده باشم، یه کاغذهای میدم دست شرکت کنندگان محترم، بگم خانم و آقای تا برنامه رسمی بشه من از شما یه سوال دارم. شما فکر بکنید این سقف سوراخ شد و یه فرشته از اونجا آمد پایین، گفت اهالی محترم ایران، شما انسان‌های بزرگواری هستید و فلان و بهمان، نه من خدا فرستاده که هر کدام از شماها یک آرزو داشته باشید، من اون رو اجرا کنم. میشه لطفاً روی کاغذاتون بنویسید که اگر خدا یک آرزوی شما را قبول بکنه چی میخواید؟ شرمنده این رو جمع کرد آوردم پشت میکروفون خوندم و الان موجود دارم. سلامتی خودم و بچه های یک خانه خوب در لاهویا و 2 میلیون 3 میلیون دلار حساب بانکی، 99% اینجوریه. بعد میگم که الله این فرشته به من گفت من میرم، به این دوستان بگو من خواسته هاشونو میدم، ولی 18,000 بمب اتمی در اون آسمان روی هواپیما هست. بعد میگم این فرشته به من گفت به دوستان ایرانی بگو که روی آن بنویسن که ما یک چیز لازم داریم، صلح عمومی و صلح جهانی. ما 3 نوع صلح داریم، صلح اصغر، صلح اکبر و صلح اعظم. صلح اصغر عبارت از اینکه دولت ها با هم صلح بکنن، صلح اکبر اینی که ملت ها با هم صلح بکنن، صلح اعظم اینی که انسان ها با هم صلح بکنن، دیگه جنگی و جدلی نباشه. خب آقای نیساری فرزاد نوشتن که اسلام ریشه انسانیت را از بن کنده، 1400 سال است که بشریت را با قتل و تجاوز درگیر کرده است، چرا بهایان اسلام را محترم می شمارند؟ شما یه چیزی به من گفتین، من نمیگم مگر اینکه خودتون بخواید بگید.
اون ماجرای کتاب و اینا، که ممکنه که شما ها دارید میگید که اسلام اینجوری، ولی به این صورت هم نیست که شما فکر میکنید. یعنی باهایا خیلی اسلام رو قبول ندارن، شاید به خاطر جو و محیط و اینها. و ضمناً شما نه فقط اسلام، دینای دیگر هم احترام میذارید. ببینید مسئله عبارت از اینه که من به عنوان یه فرد باهایی هیچ دین را مقدس منزع، آیین را نه مقدس میدانم نه منزع میدانم، نه ازلی میدانم نه ابدی میدانم. هیچ رابطه‌ای بین دین گذاران، آیین گذاران و خدا نمیبینم، نمیدانم و تا امروز نتونستم قبول کنم. به نظر من از جمله این ادیان اسلام است. اسلام یک پدیده اجتماعیه، نه خدا فرستاده، نه جبرئیلی بوده، یه حضرت محمدی بوده که در بچگی این مشکلات فراوانی داشته، انسان باهوشی بوده و تحت تأثیر قوانین اجتماعی آن زمان بوده است. حضرت محمد یک یهودی بود و آنچه را که از یهودیت یاد گرفته بود و آنچه را که در عربستان به عنوان عرف و عادت بود یه مقدار از اینا را تغییر داده، ولی زورش به همش نرسیده. وقتی حضرت محمد دنیا آمد، بردهداری نه تنها در اسلام، در یهودیت بوده، در مسیحیت بوده، در تمام کشورها بوده بردهداری. و حضرت محمد زورش نمیرسید که بردهداری را حرام بکنه، ولی با الله الان زورش رسیده بردهداری را حرام کرده. خب پس ما نمیتونیم بگیم که اسلام حضرت محمد چرا دارید، برای که امکانشو نداشت، قدرتشو نداشت. اسلام شمشیر را نتوانسته از بین ببره، اما تشویقم نکرده. حضرت محمد به قول تاریخ دانان اجتماعی 13 سال دین بوده، مسیحیت 250 سال دین بوده. هم دیگر دوست داشته باشن، به هم احترام بذارن، خاکستر به سرش میریختن، میرفت از اونجا هدیه خرما میگرفت میبرد به اون زنه میداد. پاپ هایی که قبل از 250 سال در مسیحیت علمدار بودن، نمونه ای از انسانیت این براتون رو زدن، اون براتون نشون بدید. اما بعد از آن که قوی شدن، خواستن با شمشیر آنچه را که باور دارند بقبولانند. این دوستای مسلمان ما که در ایرانن اصلا دیوانه میشن که آقا شما اصلا آقا یه کاغذ علکی بنویسین دیگه. از جمله این افراد آقایی بود که پسر عموی منو و عموی منو کشت. من به این بهاییام که کشته میشن کلمه شهید به کار نمیبرم، چون معتقدم اینا به قتل رسیدن پس کشته شدن. خب اینو بگم، چون دیشبم سال روز کشته شدن عموی من بود. ایشون رو گرفتن آوردن آقای موسوی تبریزی، ایشون از سلولش میخواد. وقتی این یا طالبی را که میگم، یه آقایی که هم سلول عموی من بود، بعد اومد امریکا مهمان ما بود، گزارش ها و روایت های اونه که شخصا حضور داشت که عموم از پیش آقای موسوی برمیگرده به حجره، به اینا میگه که جریان اینجوری شد. عموم میگفته که من وقتی وارد حجره شدم و سلام کردم، این گفت کافر بشین. همون میگه که آقا من کافر نیستم، من موحدم، من نماز میخوانم. آقای موسوی میگه که تو واقعا نماز میخوانی؟ گفته بود بعد گفت بخون بیدم نماز تو. همون میگه که آب میارن، این وضو میگیره و شروع میکنه نماز خوندن. وقتی تمام میشه آقای موسوی به این میگه که آقای فیروزی شما بهائی زاده هستید یا خودتون بهائی شدید؟ و عموی من میگه نه
من مسلمان زاده بودم، بعدن خودم تحقیق کردم و بهایی شدم. میگه مطمئنید؟ میگه بله. بفرمایید. عموی من برمیگرده پیش آقای کرباسینا که در زندان بودن و از اونجا قلم کاغذ برمیداره. یه پاسدار میاد ببینه که آقای فیروزی چیکار میکنه. میگه به پسرم پرویز فیروزی که در حجره دیگه است نامه مینویسم. و به اون نامه نوشته بود که پسرم، این آقا منو بازجویی کرد، من فکر میکنم منو آزاد کرد، شما هم صبر بکنید، ایشون آدم منصفی هستند، حتما شما را آزاد میکنه. این پاسدار میاد ببینه که این داره یا آقای فیروزی چیکار میکنه، نامه مینویسه. میگه پس لطفا وصیت نامتون هم بنویسید. چرا؟ میگه شما محکوم به اعدام شد. چون این آقا اعتقاد داشت متاسفانه مسلمان ها یه دینی را ساختند، آخوندا اون چی که الان در ایران میگذره بنده با جرأت و جسارت عرض میکنم هیچ ارتباطی به اسلام نداره. قضیه ها میگن این عین اسلام. نه قربان، ببینید اینها سوء استفاده میکنن، اینا سوء ترجمه میکنن. قربان، در هیچ جای قرآن نگفته که زنها حق آد نشان دادن صورتشون ندارن. توصیه شده که این کارو بکنن، حتی جریمه نشده که اگر زنی صورتشو نپوشاند 100 ضرب شلاق بزنه. تو نگفته اگر زنی موهاش دیده شد در آتش جهنم خواهد سوخت. این نظر حضرت محمد بوده راجع به زنهای خودش و سلام و شد تمام. اصلا صحبه ببین قربان، خدا که ما را خلق کرده عقلش نمیرسید یه مو نظره بر زن که بیاد و دیده بشه و این یکی انسان اونو بکشن. میدونی تا حال چقدر انسان و چقدر زن را، اصلا قربان این مسئله واقعا توهین به مرده. یعنی ما انسان ها مرد ها اینقدر پستیم، اینقدر ناادبیم، اینقدر ناتربیتیم که از دیدن موی یک زنی شهوانی میشویم. یعنی چی؟ این اشکال تو خلقته. اینا را آخوندا درست کردن و خلاص. اینو بگم که ایشون وقتی قتل عموی مرا داد و ایشون رو بردن و کشتن، این زن عموی من فردا که میره جنازه اینو بگیره و تشییع جنازه برای پاسدارا، گل و شیرینی میبره و اونا گریه میکردن که خانم ما شوهر شما رو کشتیم، شما برای ما شیرینی میدید؟ گفت شما نکشتیم، شما دستور اجرا کردیم. بعد از اون این پدر پسرش هم در زندان بود، یه پزشک داروساز بود، 38.5 سال پرویز فیروزی، یه پسر 5 ساله یه دختر 2 ساله داشت که من ای کاش یه روزی این دختر خانم بیارم اینجا و شما نگاه کنید. من هر وقت اونو میبینم جناب صبحی به مقدساتم که از انسان بودنم شرم دارم. بعد میاد میگه که میبینه که اینا 9 نفر باهایی هستن، برای اینا کلاس آموزشی میذاره که با دین اسلام آشنا شد. چند تا از آخوندها رو میانه و شروع میکنه به اینا درس اسلام شناسی دادن. بعد از 3 روز خودش میاد وسط سالن یه خط قرمز میکشه، میگه اونایی که مسلمان نیستن و به دین مبین اسلام مشرف شدن بیان این برای خط. هیچ که از جاش تکن نمیده، دستور میده چشم همه اینا رو میبندن. بعد به گروه آتش دستور میده یه تیراندازی هوایی کنن به اینا نزنن، اونم تیراندازی هوایی میکنن. بعد چشماشو باز میکنه میگه آقای من با شما شوخی ندارم، من به شما اجازه زنده ماندن میدم، من با شما دشمنی ندارم. به پسرموی من میگه من پدر شما رو کشتم چون اون مرتد بود، توبه اون قابل قبول نبود، ولی اگر شما این بر خط بیایید کشته نمیشوید.
24 ساعت بعد دوباره همه تکرار میشه، خط میکشه و کسی نمیاد و دستور میدن که همه این رو بکشن. آقای فیروز چه اشکال داره دروغ میگفتن؟ آقای فیروز چه اشکال داره به خاطر بچه هاشون تقیه میکردن؟ اشکال نداره. و به الله گفته که تقیه نباید بکنی، یعنی دروغ نه. از خدا بترس و از ملا مترس. با الله اینه گفته، عبدالبابش گفته که از خدا بترس ولی از و از ملا مترس. و اینا رفتن سرابوی من در 38 سالگی دختر 2 سالش تنها گذاشت و زیر خاک شد و به آخوند گفتش که آخوند من تسلیم تو نمیشم. بنابراین اسلام، من نمیتونم، من کشور نمیتونم بگم کشور اسلامی، من به اینا میگم کشور آخوندی. شما با جمهوری اسلامی هم میگید من با اسمش اشکال؟ بله، برای که جمهوری وقت مذهبی، مذهب نمیتونه دموکراسی باشه. وقتی میگم دموکرات یعنی خواسته مردم، با اسلام جور در نمیاد، با بهائیت جور نمیاد، با یهودیت جور نمیاد. اسلام و بهائیت یک قواعد، یک قوانین، یک باورهایی دارن که باید اون اجرا بشه. در جمهوری اینجوری نیست. در جمهوریت مردم رأی میدن. ولی شما همین نظر آقایون رو، اون روز یکی از اینا گفته که آقا اصلا نام ایران ننگه، یک نام طاغوتیه، ما باید اینجا رو کشور رو کشور اسلامیش بکنیم. و آقای خمینی رهبر ماست. آقای خمینی کتاب نوشته، من یه دفعه آوردم کتابش، نمیدونم تلویزیون شما بود یا تلویزیون دیگری بود، نشون دادم. سوال کردم که آقا تکلیف ما با این بهائیات چیست؟ یکی ده از ایرانی ها با بهائیات فامیل دارن، مثلا تمام فامیل مادری من در ایران مسلمانه. مادری که منو زایده بود، جناب سربی، تا همین آخرین بار که در ترکیه دیدم میخواست منو ببوسه، اول چادرشو میانداخت رو صورت من، بعد صورت منو از روی چادر میبوسه. من با بچه هام که اون وقت 7-8 سال داشتم میرفتم خونه اینا، ظرفهای ما رو جدا میذاشت و آب میکشید. خب بنابراین اسلام با آخوندیزم، علی و عمر و ابوبکر میرفتن کار میکردن. علی رو وقتی کار نبود رفت برای یهودی ها بیل زد. آقای خامنه‌ای این کار رو میکنه، الان میلیارد میلیارد پول گم میشه. ما اینا آبروی اسلام رو میبرن. دین تو را در پی خلاصه میگه که دین تو را هزار تیکه کردن، اگر تو ببینی نمیشناسی. دین برای انسان شدن است. اگر امروز یک کسی بیاد بگه من خدا فرستاده، میگم باشه، ولی بگه که قرار شده که این دزدی را بکنید، اینها را نجس بدانید، هر کسی هر کس شراب میخوره میخوره. من در عمرم حتی به شیشه الکل دست نزدم، مشروب نزدم. چرا؟ برای اینکه اعتقاد دارم از نظر علمی شراب و چند چیزی دیگه و تریاک نسل بشر را خراب میکنه. بنابراین ما نمیتونیم تمام میخانه ها را ببندیم، در خانه تزویر و ریا بگشاییم. الان چندین بار گفتم جاهای، الان شما یه آخوندی را به من نشان بدهید که یک مدرسه، یک جایی به نام مبارزه با بیسوادی باز کرده. ما هر چقدر باورهایمان جاهلانه تر، احمقانه تر، ببین در گذشتم بود قربونت برم، اصلا گرد خاک روزه امام رضا چه دردی را شفا میکنه که میرفتن اونا را جمع میکردن و عنوان گرد میدادن به ما که بخوریم و متبرک بشیم. آقای فرخ خان که همزبان شما هم هستن میگن که من در ایران پیرمردی بهایی میشناختم
که نماز میخوان نماز بهایی ها چطور است؟ نماز بهایی ها مثل نماز مسلمان ها تعریف از این میکنه که خدایی هست، به من کمک کن، به من هدایت کن، من راهنمایی بکن و به من قدرتی بده، قوتی بده که عاشق بندگان تو باشم، برای کارهای نیکو جانمو فدا کن. اونم با عربی میگی؟ اونم به عربی هست ولی به فارسی هم مناجاتهایی داره، به هر زبانی ترجمه شد. آقای فرزاد میپرسن که اسلام به ویژانش که در قرآن است بیان تجاوز به ناموس و مال و منال دیگران است و این رژیم نمایندگی کامل آن را دارد، مگر قتل حلاج را میتوان کتمان کرد؟ من با ایشان از نظر تاریخی موافق نیستم. خود من میخواستم بگم یعنی طبق گفته ایشون ما قبل از اسلام هیچ مشکلی جنگی دعوایی نداشتیم. خب این میشه دوستانی مقدار، که میگن یه مقدار بله ایران پرستی و نمیدونم در زمان زردشت ما اینجوری بودیم فلان بودیم، نه اینا واقعیت های تعصب های نژادیه. از نظر علمی ما نه عرب داری، نه ترک داری، نه امریکایی داری، نه انگلیسی داری. ما حیواناتی ناطقیم، 23 جفت کروموزوم داریم و 20,000 ژن. تمام شد رفت. ببین برادران و خواهرانی بودن که زهر به چای و غذای هم خود ریختن و کشته شدن. مادری بوده در فیلم سلاطین عثمانی، مادر بزرگی، دوتا از نوهاش کشته. خب این سلاطین عثمانی که نماینده خدا بودن در روی زمین بر اساس مقرراتشون 300 سال تمام هر پادشاهی که میمرد قبل از اینکه ولیعت تاجگذاری بکنه و به جای پدر بشینه و خلیفه مسلمین بشه، جلوی آن باید سر بقیه برادرانشون رو می بریدن، نه اینکه مثلا چاقو می زدن ها، باید جدا می شد. این جسدشه، اینم سرشه. نمی دونستم. و بعد یکی از این آقایون که نشسته بود نگاه کرد و شمرد، گفت 26 تا از عموهای منو کشتن و گفت خدایا من قسم می خورم اگر من به قدرت برسم هیچ کدوم از این برادران رو نخواهم کشت. تصادفا چند سال بعد این به قدرت پدرش مرد، این رسید و شد خلیفه مسلمی و دستور داد که برخلاف اون یکی ها نکشت. اعلام بکرد، آمد صحبت کرد، گفت الان که خداوند منو برای خلیفه انتخاب کرده، من دستور پادشاهان قبلی را لغو میکنم و امر میکنم که برادرای مرا نکشن. مردم خیلی خوشحال شدن، کفش از دورا کشیدن، ارتش اون این دیگه کیه؟ بعد مادرش اومد دست زد، گفت پسرم این چه صحبتی بود، این چه دستوری بود کردی؟ گفت مادر من نمیخوام برادرم کشته بشه. گفت نخواستی ولی اونا تو را خواهد. همینجورم شد. اونا کشتن. بعد این قانون عوض کردن، آمدن گفتن که پادشاه به تخت سلطنت بنشینه، خلیفه، بقیه در زندان بمانن با هیچ جا تماس. یه درجه تخفیف. یکی از اینا بود که 25 سال تو زندان بود، نوبت به این رسید تصادفاً، وقتی آمد روی هیچی بلد نبود. نمی چه گفت برای که من 25 سال همش تو زندان بودم. اینی که گفت بشر موجودیست که احتیاج به مربی داره، احتیاج به قانون داره. ژن ما ژن خودخواهیه جناب سلیمان، من اینو اغلب در تلویزیون عرض کردم. این کره زمین برای یک نفر خیلی بزرگه، ولی اگر نصف بکنن خیلی کمه. ما آرزومند هرس و مثاله بگه یه مرد چند تا زن میتونه داشته باشه، به چند تا زن میتونه برسه؟ حضرت سلیمان 1000 تا زن داشته. آقا افسانه است، اون دروغ بسیار خوب. فتح‌علی‌شاه قاجار چی؟ دیروز بود. یه دفتری داره اسم 550 تا از زنهاش نوشتن. خب حالا شما صحبت از زن کرده، این دوستمون میگه که
برخورد این رژیم با زندانیان بهایی هیچ تفاوتی با برخورد علی به غیر مسلمانان نداره. بعد ضمناً چون شما از حضرت علی صحبت کردین، ایشون میگه که علی با 34 تا زن و کنیز وقت بیل زدن از کجا داشت؟ ببین گربان، من نمیدونم این وقتشو از کجا، ولی در تواریخ نوشتند که وقتی علی را نبردند برای کار، رفت برای یک یهودی کار کرد. ببینید در اون وقت ازدواج حضرت محمد 30 تا زن داشت. اینا رو میگن برای اینکه بدنامش کنن، برای اینکه توهینش کنن. حضرت محمد در 25 سالگی خدیجه که اربابش شد عاشق این شد. شما میخواد من حکایت اینو نمیدونم برای شما گفتم یا نه. حضرت محمد به اصطلاح مسئول تجارت خارجی خدیجه بود. خدیجه یک زن یهودی و پولدار بود. اونایی که میگن که قبل از اسلام زن در عربستان بد بود و زنده به گور میکردن، اینا یه مقداری مبالغه میکنن. زنها هم تاجر بودن و هم قاضی الگزات. بعد خدیجه شوهری داشت و شوهرش مرده بود. دو تا خدمتکار داشت. این خدمتکارش متوجه شد که خدیجه از محمد خوشش میاد. هم زیبایی اندام، قد و قواره و هم صداقت و شرافت. دروغ نمی گفت، دزدی نمی کرد. یه روز با خودش اندیشید و گفتش که ما بیاییم و محمد را برای خدیجه خواستگاری کنیم. اولی آقای مردی که نوکر خدیجه بود، خدمتگزار اون بود، رفت پیش محمد و گفت یا آنا تو چرا زن نمیگیری؟ گفت زن چی؟ گفت که زن بگیر، 25 سال شد. گفت بسرم کی به من زن میده؟ من آهی در بساط ندارم. خلاص یه مقداری صحبت کرد، بعد اومد به خدیجه گفتش یا خدیجه، این محمد در فکر زن گرفتن نیست. اون یکی خانم کنیز خدیجه گفتش که من خودم برم باش صحبت کنم، چون اون عرب نیست. رفت و دو روز سه روز دیگه به محمد گفت یا محمد تو چرا زن نمیگیری؟ گفت وا امروز چی شده همه میان سراغ من و میگن چرا زن؟ گفت چی به من زن میده؟ من پولی ندارم، من ثروتی ندارم. گفت نه، تو قد خوبی داری، انسان شایسته‌ای هستی، مرد درستکاری، اینا سرمایه های معنوی توست. گفت اینا رو چی خریداره؟ گفت اگر راضی باشه من خریدارشو دارم. میگه خریدار کیه؟ گفت اربابت خدیجه. خیلی مسن‌تر از اون بوده. بله 15 سال ازش بزرگتر. بعد از کنم خدمت شما که محمد گفت اینجوری نمیشه، من برم با خود خدیجه صحبت. آمد و به خدیجه گفت که این جریانی که این دو نفر با من آمدن صحبت کردن چیه؟ گفتش که من مشکلی ندارم، اگر تو راضی باشی ما ترتیبشو میدیم. حضرت محمد آمد پیش عمویش، گفتش که عمو جان اینجوری شده، خدیجه میخواد که زن من بشه. اموش خیلی خوشحال شد، گفت خدا کن این کار بشه، ما از فقر و بدبختی و بیچارگی نجات پیدا میکنیم. گفت ولی رئیس قبیله اونا این اجازه رو نمیده. ولی من فکر دارم. گفت من تمام این قبیله رو و رئیسشون رو دعوت میکنم شام میدم، شام میده و بعد بلند میشه. عرب ها معمولا شام میدادن، بعدش هم بلند میشدن یا شعر میخوندن یا مناظره میکردن یا مشاعره میکردن یا حرف میزدن. ابو طالب بلند شد و صحبت کرد و گفتش که آقای فلانی، تو میدانی که محمد و خدیجه عاشق معشوق همه؟ گفت نه. گفت بله من میدانم که برادرزاده من
عاشق خدیجه است، ولی میدونم که هیچ وقت این دست عملی نخواهد. گفت چرا؟ گفت برای که تو نمیذاری. گفت من نمیذارم. گفت آره. تو گفت تو با تمام این عشق و عاشق اصلا با عشق مخالفی. گفت بی خود کردی این حرف رو گفتی. اگر خدیجه به من بگه که محمد رو دوست داره، من ترتیبش رو میدم. و اتفاق افتاد. محمد هیچی نداشت که به خدیجه بده. تمام دوستای محمد هر کدومشون گاوی گوسفندی چیزی آوردن و دادن به این وصلت انجام دادن. وقتی تمام شد عروسی، حضرت محمد یه زنی بود که مادرش اینو داده بود، چون عرب های اون زمان رو معتقد بودن که مکه جای خوبی برای بچه بزرگ کردن نیست، باید ببرن خارج از مکه تو صحرا. آمده به خدیجه گفت که یا خدیجه، اینی که الان شوهرت شده شیر من خورده ها. و خدیجه بهش 10 تا شتر داد. و تا زمانی که خدیجه در آغوش محمد قبل از هجرت، اون زمانی که از دست کفار مکی فرار کرده بودن، در صحرا قائم شده بودن، تمام مال و امکانات خدیجه را صرف تبلیغ اسلام کرد. برده ها می اومدن مسلمان می شود، ولی ایام اشراف آمد. تا زمانی که قبل از هجرت خدیجه فوت کرد، در تواریخ نوشتن که اینقدر پول نداشتن که برایش کفن و دفن بکنن. با همون روسریش اینو باید اپوزیسیون یاد بگیره یک کمی اگه میخواد موفق بشه پول خرج کنه. اینی که خب من مسلمان نیستم، بهایی هستم، ولی فکر میکنم یکی همونطور که اونها زیاده حرف میزنن راجع به اسلام، دلائل علکی به غیر منطقی میسازن، اونهایی هم که فقر و بدبختی ایران را از اسلام شدن میدید، اسلام را نمیشناسن. دین تو را در پی آرایش هم، در پی آرایش و والایش هم، بس که برو بستن برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. خیلی ممنون. بله، باز نوشتن که بله اون اسلام ریشه انسانیت رو گفتم. اسلام و به ویژه آنچه که در قرآن است بیان تجاوز به ناموس و مال و منال دیگران است و این رژیم نمایندگی آن را دارد که همون خوندم باز. این علی حتما رفته بود بیل بزنه قبر شوهر زن را بکند تا بتواند. نه دیگه اون مسئله را چیز نکنید، به قول معروف قضاوت های کیلویه. خب دوستمون آقای علی فرید میگن خدا را یه گروه نفهم برای مردم نفهم تر ساختن. من فکر نمی کنم اونا نفهم بودن، اونا یک بیزینسمنی بودن که یه چیزی رو استفاده کردن. من باید ازشون بپرسم که منظور شما چیه؟ آیا شما فکر میکنید که هستی خالقی ناظمی داشته یا نداشته؟ ببین این یک سوال دو طرفه است. آیا بشر وقتی به خودش به گذشته نگاه میکنه، به کائنات نگاه میکنه، فکر میکنه همه اینا تصادفاً به وجود آمدن؟ بیشترین معتقد به خدا را اغلب دانشمندان و ریاضی دانان و اینا بودن. اما مسئله ای که ما به عنوان خدا ساختیم و تعریف میکنیم و اسم میذاریم و فلان میکنیم، بله اینا جهالت و نادانی ماست. من دفعه پیشم خدمت شما عرض کردم اینجا من یه تابلو زیبا، اون تابلو زیبا را که میبینم فکر میکنم این تابلو را یه نقاشی کشیده است، اما اون تابلو راجبه کسی که اینو کشیده نه اطلاعی داره، نمیتونه کتابی بنویسه، نمیتونه توضیح بده. همینقدر که ما در دلمون، در مغزمون احساس بکنیم که هستی بر اساس تصادف به وجود نیامده، تمام شد رفت. اما خداهایی که ما برای خودمون میسازیم ممکنه خدای اقتصادی باشه، خدای به اصطلاح عاطفی باشه. یکی ده مردم میگه آه خدا من نوکرتم، میگه ولی چی؟ میگه نمیدونم، ولی راضی میشم.
ببین مردم خدا رو میسازن که یه توهماتشون رو، یه مقدار ناراحتی هایشون رو، یه مقدار غصه هاشون رو کم بکنن، ولی اینا روی میز آزمایشگاه نمیشه بحث کرد. یه تسکینی برای یه مسکنی هست. خب آقای فیروزی، شما گفتید که دنبال یه عده‌ای هستین که اینها بیان تحقیق کنن، و چون دین مذهب یه چارچوبی داره باید توی اون قرار داده بشه، تا مثل همین مثلا خونه که میسازن میگن این آپارتمانه، این سینگل هاوسه، این یکی نمیدونم کاندومینیومه. این برنامه‌تون چیه که شما دنبال کی هستید؟ دنبال چی هستید؟ من دنبال شما هستم. من دنبال کسی هستم که از پشت این میکروفون صدای من ایرانی 80 ساله را به گوش دیگران برسانه، که آقا من میخوام قبل از اینکه زیر خاک برم بدونم که آقا من جاسوس انگلیسم یا نماینده امریکا هستم یا جاسوس اسرائیلم یا یک انسانی هستم که به یکی از آیین‌های موجود در دنیا اعتقاد دارم. آیا این 4200 دین و آیینی که در دنیا هست همشو انگلیس‌ها و روس‌ها و چینی‌ها و مکزیکی‌ها ساختن؟ ما چطور به خودمون اجازه میدیم راجع به چیزی که نمیدانیم بیان بگیم که آقا بله بله من فکر میکنم، همین آقا میگه من فکر میکنم که این پایه ساخته انگلیسی هست. آقا دلیلت کن، منطقت کن. ببینید، من میگم الان یه سازمانی هست که هر کس برای درمان یه دردی یه دوای ساخته میبره میده به اون، میگه آقا من ادعا میکنم که این درد زانوهای شما رو خوب میکنه. بهش بلافاصله دست نمیزنن، کف نمیزنن، مدال طلا نمیدن، میگن آقا بده ما آزمایش کن. بعد میان میبینن که این چه دواهایی داره، چه چیزهایی ترکیب شده، این ترکیبا و این مواد شیمیایی طبیعی با بدن ما سازگاری داره یا نداره. من دلم میخواد که رسانه‌های ایرانی و از جمله شما تلویزیون‌های دیگر بیان ببینید که آقا این دعوای بهائی و مسلمان از کجا ناشی شده و الان به کجا منتهی شده. مثلا بنده پدرم وقتی بهائی شد، عموهایم، خاله‌هایم و دیگران حمله کردن که آقا باید ساخته و پرداخته انگلیسی و باعث شده اینا اصلا جدا شدن. من مهر مادری ندیدم، من در زیر نامادری بزرگ شدم. الانم که یا آقا از کجا میدانید آقای محترم؟ بیاییم یک کنگره‌ای بذاریم و یا دینشناسان را، یا جامعه شناسان را، یا تاریخ دانان را دعوت بکنیم، بگیم که آقای مثلا میگم دکتر امینی در لس آنجلس، شما متخصص تاریخ هستید، از تاریخ میدونید، بعد این چند تا کتاب شما نوشتید راجع به آقای کسروی، شما تحقیق کردید، شما میدونید که آقای کسروی دستور داده حافظ و نظامی و گنجوی و همه این کتابا رو بسوزونید. آقای محمد امین، محمد امین دوست از اینجا، ایشون پسر آقای نصرت الله امینی، بله، که بله برادرشون، دو تا برادرشون اینجا هستن، مادرشون بله، وکیل دکتر مصطفی، هر وقتم اینا بیان بگن که آقا ما تکلیف، راسته ایشون راجع به بهائیت چی میگه، چیزی گفته؟ من با جلسات ما هیچ وقت در این جلسات مهرگان هیچ وقت مسائل مذهبی دخالت نداریم. آقای فیروزی، شما چند بار راجع به این که قبل از اینکه زیر خاک برم دین بهائیت درباره بعد از مرگ چی میگه؟ ببینید، با الله میگه که من باور میکنم که بعد از این زندگی زندگی دیگری هست. That's it. نمیگه کجا و 7 طبقه بالا و 7 طبقه پایین و... فقط شهادت میدهن. حالا برای بیش از این نمیدونه. خب همین میخواستم بگم، نمیشه از ایشون ایراد بگیریم که شما که نمیدونی چجوری شهادت میدی؟ میگه حس میکنه. آها. شما حس میکنید که
زندگی به این دنیا ختم نمیشه. اگر به این دنیا ختم بشه عبثه. ولی قربونت برم، نه کسی به اونجا رفته و نه کسی خبر آورده، نه کسی میدانه چه خبره. خیام هم اینو قشنگ گفته. تمام این سوالات ما را فیلسوفی به نام خیام که 72 بیت شعر داشته به اینا جواب داده. ولی ما هیچ کدام، چه اون دنیا باشه چه نباشه، چه روح من بعد از مردنم اصلا روحی داشته باشم چه نداشته باشم، ولی در این دنیا تکلیف من چیه؟ الان در روی کره زمین میلیون ها، دیشب یه جایی من بودم یه خانمی حکایتی کرد و گفتش که فامیلاشون در ایران 7-8 خانمی بودن، نمیدونم بچه هاشون از امتحان از کنکور قبول شده، اینا بلند شدن رفتن به محله فقیر فقرا و هر کدومشون تو کیسه هاشون یه برنج و پول و نمیدونم روغن اینا، بعد یه مقداری هم گوش گذاشته بودن. یکی از اون خانما اینو باز میکنه میگه خانم من تشکر میکنم، من همه اینا رو قبول میکنم، ولی این گوشت رو ببرید. چرا؟ میگه من بچه هم الان چندین و چندین سال گوشت نخوردم، نه دیدم و نه مزه کردم، من میترسم اینو به اینا نشون بدم از فردا از من گوشت بخوام. الان در روی کره زمین ما چند میلیارد انسان گرسنه داریم. آقای صبح چه کار خواهید کرد؟ تکلیف گرسنگان دنیا را چه کسی تعیین کنه؟ پولدارای دنیا؟ پادشاهان دنیا؟ یا من و شما؟ 22% از اضافه غذاهایی که رستوران های امریکایی دارن به دریا ریخته میشه. حتی برای تعادل قیمت تولیدات کشاورزی اینها رو بعض وقتا از بین میبرن که بتونن قیمت رو کنترل. حالا بعضیا میگن خبر خوب یا خبر بد نمیدونن، ولی واقعیت شوی 10-15 سال دیگر نوع تغذیه ما در دنیا عوض خواهد شد. ما دیگه این کباب رو که شما رو آتش بذارید حتما نخواهیم داشت. صحبت از تغذیه شد، شما الان چند وقته که گیاهخوار شدید یا بعد راجع به دارو صحبت کردین که یه کسی یه دارویی داشته باشه برای زانو، شما خودتون یه مشکل بزرگی پیدا کرده بودید بعد یه دارویی رو یه نفر دارو نبود بله یک آقای دکتر چینی بود درست کرده بود. من یه وقتی حدودا شاید 7-8 سال پیش بود یه روز احساس کردم که دستهام به شدت درد میکنه، اینقدر درد میکرد که نمیتونستم از جام بلنشم و راه برم و زانو ها. زنگ زدم به خانمم، ایشانم که فرشته نجاتن، منو بردن به بیمارستانی در سندیگو. در اونجا عکس گرفتن و خون گرفتن و آزمایش کردن اینها. بعد دکتر آمد گفتم آقای دکتر من چه میکنم؟ هیچی، بدن شما آرتروز داره. که خب چکار بود؟ گفت هیچ، مسکن. باید مسکن گفتن، مسکن داد و ما تشکر کردیم و آمد. بعد یکی از دوستای ما گفتش که یه طبیب چینی یه ترکیبی از ادویه‌جات درست کرده که اگر شما 2 ماه اینو بخورید تمام درد مفصلی شما تمام میشه. من اون وقتا بیشتر تلویزیون آپادانا میرفتم، با آقای ستار دلدار بودم، من اینا درست میکردم میبردم اون تلویزیون و ایشون با یه جزی، یعنی هر کس هر چی پول میبرد اونو فرستاد و بعدا فرمولشم چندین و چندین بار گفتیم و الان هم میگیم هر وقت شما خواستی من از این تلویزیونم میتونم این فرمولی داشت. برای خود منم فرستادید اینقدر تون بود میریزی رو خوراک. الان شما میتونید اونا رو تو کپسول بذارید. تو کپسول بذارید که اذیتتون نکنه. کپسول هایی که چند ساعت بعد آب حل میشه. این هم فرمولش خیلی ساده است. حالا که ما اجازه دارم بله بفرمایید. ببینید این ادویه ها همینجا اجازه بدید دوستانی که این دارو رو یا این ادویه ها رو امتحان میکنید اگه خوب شدی بعدم تلویزیون مردم رو حمایت کنید. بفرمایید. حتما. و من خواهشم اینه
زردچوبه، زنجفیل و فلفل قرمز تند مکزیکی. اسمش کایان پیپر. پس یه فلفل قرمز هندی هم داریم، اون نه، اون مکزیکیه، مال اونم شاید باشه. تنها عامل مؤثر در این مسئله اینه که اینو چجوری درست کنی. من به یکی گفته بودم سه قاشق از اون برداشتم دو قاشق، شما دیگه پیمانه باید داشته باشید. مثلا من اینو میتونم بگیرم؟ بله بله. مثلا هرس میگه پیمانه من اینه. اتفاقا این در رابطه با همین آرتروز رو بله ببینید، اسمش هم من میگم ملاکسیکام. دکتر خانم تهرانی به من گفت این برای انتای اینفلمیشن، یعنی ضد تورم. الان برای ضد تورم بیشترین توصیه عبارت از خود ادویه‌جاته و از جمله زردچوبه. زردچوبه الان مقام خیلی بالایی در آشپزی گرفته. شما خانم یا آقای محترم ادویه‌جات بذارید اینجا، زنجفیل و پودر بله. کوبیده شده و تازه. اگر تازه نباشه مقدار تأثیرش کمتر میشه. اینو باید پر بکنید و روش هم نذارید ایزا، با دستتون به همش بزنید که دقیقا سه تا زنجفیل، سه تا پودر زردچوبه و یک دونه پودر قرمز تند فلفل، سه تا هست. یکیو سه تا و سه تا. بعد اینا رو بریزین توی کاسه ای، بعد با حوصله اینا رو خوب به هم مخلوط کنید. وقتی اینا رو خوب به هم مخلوط کردید اینو بذارین در یه ظرفی که رنگش هم تار باشه که تحت تأثیر آفتاب قرار نگیره. بعد از اون به هر علت و بهایی صبح وقتی نیم رو میخورید تو با این قاشق هر چقدر که میتونید، یا اگه تحمل تندی و اینا رو ندارین تو کپسول بذارید. کپسول های هست خالی بره. میخرین شما. من خانمم الان هر روز دو تا از اینا، یکی صبح یکی شب میخوره، خیلی هم راحت. نه باور کنید من قبل از اینکه برم ترکیه دیگه نمیتونستم راه برم و رفتم این خانم دکتر تهرانی. تو برنامه من گفتم یکی از چیزای حالا یا خوب یا بد من اینه که من با مردم نه تعارف دارم نه ترس و وامه‌ای دارم. آمدم گفتم اگه شما هم مثل من شدید و آخه به شوخی هم میگن این نقرس، میگن بابا نقرس که مال پولداران، ما چرا گرفتیم؟ بعد این خانمه گفت که نه، این یکی مال کفش بده، یکی مال اینه که مثل الان بنده با پای برهنه میچرد همه این برون بر. میگن باید کفش بپوشی. بعد ایشون یه سوزن زد، گفت فعلا این سوزن رو میزنم، چون داری میری سفر این قرصارم میخوری و اینقدر اینا حقیقتا از اون ور ضرر داره که ایشون میگه اگه با معده خالی بخورین معدتون رو سوراخ میکنه. خب اینم داروی نیم. خب ماجرای دارو و دوا رو پرسیدم. گیاهخواری، شما علتی که گیاهخوار شدید همین دارو هیچ رو... نوع نه هیچ نوع عقیدهی به گیاهخواری نداشتم و گوشت را هم خیلی دوست داشتم و کبابای خیلی خوبی هم درست میکردم. مال من یه چیز انگیزه روحی و روانی بود. نمیدونم میخواید اونم بهتون بگم که تا گفتاد بنده حتما چند بار در تلویزیون رو شما گفتم که پدر و مادر من زمانی که بنده دو سالم بود به خاطر اینکه پدرم بهایی شده بود جداست. مادرم از پدرم جدا شدم و منو دادن دست پدرم و من تا کلاس اول دبستان که 7 سالم بود اصلا نمیدونستم که تخون نامادری دارم. من تخون نامادری داشتم تا اینکه پیشوری آمد و تبریز را گرفت و حکومت دموکرات ملی دانشور آذربایجان دموکرات فرگسنین رادیو استاسیونی خب 21 آذر 1324 حکومت پیشوری آمد سر کار و زبان رسمی شد ترکی. در آذربایجان شرقی و غربی و یک مقداری از کردستان
علتش هم این بود که روس ها در جنگ دوم جهانی قسمتی از ایران رو گرفته بودن و وقتی جنگ تمام شد اینا لشکرشون از ایران خارج نکردن. این هم بلشویک اینا هم اینه. بله. اون وقت رئیس جمهور امریکا آقای تومن به دولت روسیه و شخص آقای استالین گفتش که ما از اون بمب‌هایی که در هیروشیما انداختیم داریم، یه چند تایی داریم و اگر شما خاک ایران را ترک نکنید ممکنه یکی دوتا برای شما بفرستیم. استالین خیلی ترسید و بلافاصله دستور داد که ارتش روسیه ایران را ترک بکنه. اینا که رفتن، آقای پیشوری که نماینده انتخاب شده بود از آذربایجان رفته بود مجلس شورای ملی، اعتبارنامه‌اش تصویب نشد و این تصمیم گرفت یه حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان به وجود بیاره. ایشون خودش رئیس دولت بود ولی بیریا وزیر فرهنگش، همسایه روبروی خونه ما بود. بیریا فامیلیشون بوده؟ بله بیریا. خب وقتی 21 آذر شد و ما دیدیم که من با پدرم از بیرون می آمدیم، ما رادیو که نداشتیم، جلوی شهرداری استادیم اخبار گوش بدیم، این گفتش که دقت دقت، دانشور آذربایجان دموکرات فرگسنن رادیو استاسیونی، و گفتش که امروز حکومت دموکرات توجه توجه بل. دقت رو من دیدم توی بل. ترکیه می نویسن دقت یواش هم یواش توجه توجه، رادیوی صدای حکومت دموکرات آذربایجان گفت امروز دولت دموکرات با حکومت مرکزی ایران آشتی کرده. پس این میگن 21 آذر روز نجات آذربایجان لشکرکشی و اینا نبوده؟ نه، اونها دروغ گفتن. در واقع اون وقتهایی که اینترنت اینا نبود، همون روزی بود که شاه دستور داده بود ارتش ایران برای نجات آذربایجان بسیج بشه و داشت حرکت کرده بود. اینا از این موقع استفاده کردن، گفتن که صلح شده، شبانه فرار کردن. شبانه که فرار کردن، اما فرداش وقتی وارد خیابان شدیم من صحنه های دلخراش اعدام چند نفر از این دموکراتیا را در خیابان دیدم و حالم به هم خورد، برگشتم. این یک صحنه بود. چند روز بعد، دقیقا یادم نمیاد، یک هفته یا ده روز بعد گفتن که شاهنشاه داره میاد به آذربایجان. آقای صبحی جلوی شهرداری، من بچه 7 ساله بودم، 6 و نیم 7 سال داشت، پدرم منو گذاشته بود روی دوشش، استاده بودم، هوام سرد. یه دفعه دیدیم که جیپی که شاهنشاه ایران نشسته بودن، یه راننده این بر جیپ شاه استاده بود، با یه دستش که دستکش چرمی هم داشت که سرد بود، با اینو گرفته بود، با این دستش عریضه هایی را که مردم نوشته بودن میدادن به ایشان، ایشان میگرفتن، به یه افسر یا سربازی که پشت نشسته بود یک صندوق گنده داشت میانداختن. خدا شاهد، من یه دفعه دیدم چند تا مرد آذربایجانی بچه های تو گنداخ میبردن میذاشتن جلوی ماشینشان، سربازا اینا رو تون تون جمع میکردن، با اینا دوام میکردن برداری دل. ولی من فدا کردن جان بچه های مردان آذربایجان را جلوی ماشین شاه به چشم دیدم. اون صحنه را دیدم و صحنه ای را که شاهنشاه میدان فرودگاه را ترک میکردن با چشم های گریان، اونم دیدم. 1350 حالا این یک، به نظر شما اشتباهشون چی بود؟ ولی من فکر میکنم که غرور
و همه چیز دانی. خب همون هم از غرور میاد. من میخواستم بگم اگر چیز هست من شما رو میرسونم، ولی مثل که دوست ما اومد. اجازه بدین، آقای فرخ گفته که من برای خوراکایی که به اصطلاح دور میریزن و اینها برنامه ای دارم، پلنی دارم. خب آقای فرخ همون جوری که میبینید من اینجا شماره تلفن شمارم بذارم اینجا، ببخشید 800 یه جایی شماره شما هست. بله 858 342 99 91. شما که دیگه با زبان آذری و زبان زیبای آذری صحبت میکنید با آقای فیروزی تماس بگیرید. و اتفاقا چون ایشون برنامه هایی دارن در آینده، آقای فرخ هنرمند قدیمی اینجا و من قبل از اینکه اصلا بیام تو کار تلویزیون و رادیو اینا ایشون رو به عنوان خواننده اینجا میشناختم. خیلی خوشگل و خوش سیما و موهای نه بابا کاش که ما مثل ایشون بودیم، موهای بلوند و اینها. و حالا همسایه ما هست ولی خیلی دیر به دیر هم دیگر رو میبینیم. ارتباطمون از طریق همین فیسبوک، گاهی وقتی هم من به ایشون میپرم حمله میکنم. در صورت بیاین حتما. بله زن بابای شما بهایی بود از شون پرسن. اینجوری که شما میگیم من متوجه نشدم که زن بابا دارم، تا من میخواستم بگم خیلی ممنون فرم. من میخواستم بگم پس نشون میده زن بابای شما آدم خوبی بوده، چون زن بابا ها معمولا کاری میکردن که بچه هم اوائل متوجه میشد. حالا شما اگه نمیخواین چیزی نگید. نه من عرض کنم خدمتشون. بله پدر من بر اثر آگاهی هایی که عمویم داده بود علاقمند به صحبت با بهایی‌ها و بهاییت و خواندن کتاب‌های بهایی میشه و خودش به من میگفتش که اینقدر سخت بود که 5 سال طول کشید پدر من 2-3 سال قبل از ازدواج تا اینکه من دنیا میام 2 ساله بودم. خودش میگفتش که هم نماز اسلامی میخونده هم نماز بهایی میخونده هم روزه بهایی میگرفته. یعنی اون موقع در شک تردید بوده که. ولی وقتی مادرم میفهمه که پدرم در نمازخانه را میخونه میبنده میخونه به شک میفته و بعد میبینه که پدر من از بیرون که میاد دستشو تو آب حوض که کره نمیبره، از آب تلمبه استفاده میکنه و اعتراض میکنه که اینا نجسن، تو باید دستاتو به آب کر بزنی. به یکی هم حمام نمره میرد پدرم. همه اینها را دال بر این میدونه که این از دین خارج شده و پدرم رو تحت فشار میذارم که یا باید از بهاییت برگردی مسلمان بشی، در غیر این صورت ما دخترمون از تو میگیریم و کار به جدایی میرسه. وقتی کار به جدایی میرسه مادر من به پدرم پیشنهاد میکنه تو که نداری مهریه منو بدی، پسر رو بده خودم بزرگ کنم و تو مهریه رو نده. پدر منم قبول میکنه که من بعدها بگفتم بابا منو فروختی ها، میگفت نه پسرم، چون من احساس میکردم که قدرت نگهداری بچه 2 ساله رو ندارم. ولی از طرف شما گفتید که شما رو به پدرتون دادن که بلکه دلیل میشه که برگرد. مردم که اینو دیدن بهش میگن که خانم اگه تو میخواستی این آقا مسلمان بشه الان راهش کردی، بچه رو پس بفرستی که این تو فشار بیفته بعد بیاد به دین مبین اسلام مشرف بشه. عموی منم که میبینه به خاطر بهایی شدن برادرش من مادرم از دست دادن و زنش از دست داده، میره به این خانمی که نامادری من بوده و دانشسرای دختران را تمام کرده بود در تبریز و درخواست استخدام در آموزش پرورش داده. من اون کاغذ رو دارم و دیدم و زیرش نوشتن و این نوشته مذهب بهایی، نوشتن که از استخدام افراد فرقه زاله خبیثه بهایی معذور. اونا که میگم تمام ادارات دست بهایی ها بوده یه مقدار ناآگاه، ولی ایشون هم برای اون موقع تحصیلات 11 بله معلم. بعد که این اینجوری میشه عموی من میاد به همین خانمو
که دیگه معلمم نمیتونسته بشه برای پدر من میخواد و این وقتی قطعی میشه مادر من پشیمون میشه و به پدرم پیغام میفرسته که پسرمو به من پس بده، عیسی به دین خود، موسی به دین خود برگرد. ولی پدرم این کارو نمیکنه. دوباره مادرم میگه که این بچه را به من بده، منم عقد کنم در اهر نگهدار این خانم جدید که گرفتونم در تبریز. و پدرم جواب میده که در بهایت دو تا زن نمیشه داشت. ولی خود حضرت بها یا چیز چند تا بها الله دو تا زن داشته و به بهایت در کتاب اقدس هم اجازه داد که تا دو تا زن میتونن، ولی عبدالبها که مبینش بوده گفته نه. شایدم چون دوتا زن داشته گفته دوتا خیلی، ولی عبدالبها اینو لغو کرده و تبدیل به یک زن کرده، خودش هم یک زن داره. ولی بهایای دوره بهاءالله و عبدالبها خیلی هاشون چند زنه بودن. یکی از اینها پدر آقای منصور روحانی وزیر کشاورزی و وزیر آب برق بود. پدر ایشون بهایی بود، منصور روحانی. آقای روحانی نبود که بعدن یک کاره یه چیز بود وزارت آب و برق؟ اونم یکی از برادرش بود. آقای منصور روحانی یه آدم، پدرش بهایی بود و سه تا زن داشت. یکی از زنها بهایی بود، دو تا دیگرش بهایی نبود. این آقای منصور روحانی در جوانیش توده سفت و سختی بود. وقتی میره به انگلستان و اونجا درس میخونه در رشته آب و فاضل آب، وقتی به ایران میاد با آقای موینیان دوست بوده، اینو تزشو میده به جس آقای موینیان. ولی قبل از اون اینو استخدام نمیکنن چون ستاد هشتش میگه که ایشون توده ایه. ایشون میره در راه آهن به صورت روزمز کار میکرده که بعدم وزیر که شد. شاهنشاه در یکی از نطقاشون گفتن که در این مملکت کارگر راه آهن وزیر شده. این کارگره ساده نبوده. بنابراین ایشان وقتی آمدن و وزیر آب برق شدن، منم که نسبتی با خواهر ناتنیشون داشتم خانم روحانی، این منو برد پیش ایشان گفتش که منصور این فامیل ماست، به این کار بده، تازه از ترکیه آمده. گفت یه درخواستی به من نوشتم. گفت نگیر، این بهاییه. گفت بله. گفت متاسفم نمیدونم. چرا؟ گفت برای اینکه حویدا و سواک به ما بخشنامه کردن که از داد استخدام کارمندان رسمی از افرادی که مذهب بهایی داره خودداری کنه. وقت اون گوینده تلویزیون وقتی شما میگید در زمان شاه ما همچین آزاد نبودیم، دلخور میشه از شما. اینو داشته باشید، خودتون بخونید. من این خانم یا این اسم رو تا حالا ندیده بودم. اگرم دیدین بیننده برنامه ما بودید، عذر میخوام که ندیدم. خانم میترا زمان میگن پس چرا سلطنت طلبها میگویند شاه با آزادی مذهب مشکلی نداشت؟ چه به موقع این سوال میاد و ببینید یه مقدار از حقایق تاریخی را یا نادیده میگیریم یا فراموش میکنیم. سر این جریان اون آقایی که در تلویزیون دیگه برنامه داشتن و از من پرسیدن که بهایی ها در زمان کدامی از پادشاهان ایرانی آرامش بیشتری داشتن، گفتن رضا شاه. این آشفته شد. گفت محمد، گفتن نه آخه اینجوری نبود. شاه خودش با بهایی ها هیچ مشکلی نداشت. حتی 6 تا دربار پزشک داشت که مردم فکر میکنن یکی، 6 تا پزشک ویژه داشت دربار، یکی از اینا بهایی بود، عیادی، عبدالکریم عیادی. بعد سریا در خاطرات دوران ازدواجش نوشته که من در ترکیه خوندم که وقتی فلسفی رفت بالای منبر، باتمان گلنج رفت، حضرت گوس بهایی ها رو خراب کرد، من به شاه اعتراض کردم و گفتم علا حضرت ها تو میگی بهترین دکترت عیادی، اونم بهاییه. گفته بود که شما لطفا در کار آخوندا دخالت نکن، این کار سیاسی ما نیست، این کار آخونداست. ولی آقا بخشنامه داره آقای حویدا که پدر بزرگش
بهایی بوده و خودشون بهایی نبوده، نبودن که چونی تصادفاً آقای دلدار با ما در اون تلویزیون بود، گفتش که آقای محترم من یه خاطره بگم از آقای امیرعباس هویدا. گفت من ایشان نخست وزیر بودم، منم خبرنگار بودم، رفته بودیم مکه برای زیارت مکه، ایشان در اونجا پیش نماز ما بود، ما پشت سر ایشان نماز خوندیم و آیین به جای آوردیم. به هتل که رسیدیم آقای هویدا اول رفت سر شراب و دو لیوان شراب خورد. و آقای هویدا بهائی نبود، این فامیل ایشان هم که در این شهر شما بوده داداش فریدون به آقای عباس میلانی گفته و نوشته که من 12 سالم بود اولین بار کلمه بهائی را شنیدم. من خودم از ایشون یعنی پرسیدم، دو بار تلفنی باشون صحبت کردم، گفت داداش من بهائی نبوده و ضمناً چون یادی از ایشون هست همینجا هم فوت شدن و اینها، ایشون میگه که من از 2 دولت یه سوال کردم گناه برادر من چی بوده و هیچ کدوم از این دولت ها پاسخ ندادن، یکیش دولت شاه بود، یکیش هم دولت شیخ، دولت خمینی. من از شما بسیار ممنونم دوستان عزیز. بعد از این برنامه هم این برنامه ها تا چند روز به صورت بازپخش پخش میشه. آقای فیروزی فردا از شهر ما برمیگردن به شما، شهر فرشتگان نیستید ولی سان دیگو هم خودش دست کم نداره. بله جای خشم. بله اون اصلا سنت فکر کنم، یعنی سنت دیگوی اونجا امامه یا اسم نمیدونم، ولی وقتی که از مکزیک یا اینجا را گرفتن یک سرزمین بی آب و علفی بود و تلاش های مردم و استفاده از باران قطره‌ای، آبیاری روش آبیاری قطره‌ای. ممنونم از شما که هر وقت در شهر ما هستید لطف میکنید و سری به ما میزنید. شما دوستان اگر راه حلی دارید، صحبتی دارید، پیشنهادی دارید، بذارید من شما تلفن ایشون رو اینجا یه بار دیگه بذارم که شما ببینید. و این هست بذارید من مشکل رو بگم. من میخوام ببینم که در ایران حداقل امروز علارغم که ده زیادی رو کشتن و از ترسشون گفتن بهایی نیستیم، بین 600 تا 700 هزار بهاییه، چون همیشه 1% جامعه ایران بهایی بود. و این همه تهمت افترا، بهایی ها برای اینکه دیگران بهایی بشن خواهرشون رو میدن، زنشون رو میدن، مادرشون رو میدن، پول میدن، اینا از کجا ناشی شده؟ دوم، آیا شما دلایلی دارید که بهاییت انگلیسی ها ساختن، روس ها ساختن، امریکایی ها ساختن و اخیران هم که در دست فلسطین و اصطلاح اسرائیل؟ ما دین از کجا میدونیم؟ ما که از خواب بلند میشیم میاییم از کجا میدونیم مسلمان دینه؟ مسلمان یک آیین جهانیه ولی بهاییت نیست، یه فرقه سیاسی. این آگاهی کی به ما میده؟ امثال حقوقدانان، امثال تاریخدانان در دنیا کم نیستن. بنیاد فرهنگی مهرگان و بنده میخواهیم یک کنگره جهانی از تاریخدانان و حقوقدانان دنیا بیاریم، حتی از جمهوری اسلامی هم بخوام نماینده بفرستم، واتیکان نماینده بفرسته، بگن که آقا این جماعتی که میگن ما بهایی هستیم، به آیین بهایی اعتقاد داریم، باورهای ما اینه، آیا باورهای اینها در قالب‌های به اصطلاح عقیده و آیین و دین می گنجه یا نه؟ اگر نبود او میگه ما بی خود میگیم، اگر هست حداقل باور کنیم، گرچه ما مسلمانیم، گرچه ما اعتقاد به آخرین پیغمبر بودن حضرت محمد داریم، گرچه ما قرآن را آخرین کتاب میدانیم، اما این مانع از آن نیست که بگیم بهاییان یک دینه، یک آیینه، یک فرقه سیاسی نیست، انسانهای فاسدی نیستن، برای ترویجشان ناموسشان رو فدا نمی کنن. یه دفعه آقای دکتر آقاسی در جواب این سوال گفتش که ببخشید این چه دینیست که از طریق فاحشه‌خانه شروع بکنه؟ کدوم انسان با شرف
خواهرش و مادرش و زنش و پولش رو میاره که شما عقیدتون عوض بشه. از بهای شدن شما چه نفعی به من میرسه؟ یعنی حتی ایشون هم باور داشته به این؟ نه، میگفتش که دروغه. میگفت این قضاوت های کیلوییه. برایشون گفتن راستی درباره آقای میرزا عباسی صحبت میکنین، نظرتون راجع به اسلامی که ایشون تعبیر میکنه، تفسیر میکنه، ارائه میکنه چیه؟ والا خودشون هم میدونن، همه میدونن. اگر اسلامی را که ایشون بازگو میکنن در دنیای فعلا باشه، من حتما دستشون میوسم و مسلمان میشم. یک اسلام رویاییه. ایشون میگن که اسلام، قرآن قانون جزا نیست، قانون اسلامی نیست. این آمده مسلمان ها تربیت بشن، یه مجلس شورای اسلامی به وجود بیارن و قانون بنویسن. همش رحمان و رحیمه، خبری از قاسم جباری نیست. اوکی، من ممنونم از شما آقای میرزا عباسی، از اینجا به شما سلام میکنم. امیدوارم در برنامه های آینده بتونیم از شما احوالی بپرسیم. ایشون چند ماه پیش اینجا بود و من دیدم ایشون رو. به نظر من انسان خیلی شریفی هست، یعنی به همون مسئله اسلام و اینها که میرسه، تعبیری که ایشون داره، منم بارها بهشون گفتم خب این چیزایی که شما میگید بسیار زیبا و قشنگه، ولی با اون حقیقتی که ما شاهدش هستیم زمین تا آسمون فرق کنه. خیلی ممنون قربان، سفر خوبی براتون آرزو کنم، با امید دیدارتون این بار در سان دیگو. تشکر میکنم. و اگر در طول این برنامه ها خطایی کردم، اشتباهی کردم، ببخشید، و اگر دلی را آزردم پوزش میدم. تمام این دنیا با ارزش رنجاندن و ناراحت کردن دل کسی را نداره. دنیا نیرزد به آن که براز بیازد دل. یه چیز اینجوری داره، خاطر موشی. بله دوستان عزیز، ممنون و متشکرم که با ما همراه و همگام بودید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ضمناً شماره تلفن آقای حسن فیروزی این هست که روی صفحه تلویزیون هست، 858 احیانا این ایریا کد سان دیگو. بله. و 342-99-91 همیشه ریسپانسیو بودن، جواب میدن، و اگر یه وقت شما زنگ زدید ایشون مشغول بود، بیزی بود، پیام بذارید بهتون جواب میدن. شماره تلفن خودتون رو دو بار آهسته، احتمالاً یه بار آهسته یه بار انگلیسی. پیشنهادی دارن که ما چیکار کنیم، چون من واقعا نمیدونم که این کنگره جهانی در مورد بهائیت رو چگونه به وجود بیارم که شرکت کننده بیشتری داشته باشه، مورد استقبال مردم قرار بگیره. اینی که دست به دامن شما شده. ممنونم از شما، به امید اینکه روزهای بهتری و آینده بهتر در انتظار همه ما باشه. مرسی که با ما بود.